همیهنان عزیز سلام بر شما. اولین برنامه پرونده بعد از حماسه فروغ اشرف در 19 فروردین رو تقدیم حضورتون میکنیم. این برنامه به افشای برگ دیگری از پرونده ننگین رژیم و اطلاعات آخوندی و تشبسات مذبوحانه اون در جنگ با اشرف، این دژ استوار مردم و مقاومت ایران اختصاص داره. ابتدا اجازه بدید با یک خبر به نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت به تاریخ 31 فروردین 90 شروع کنیم. سه روز بعد از حمله قتل عام به اشرف، اطلاعات بدنام آخوندها بار دیگر صدور ماموران خود را از داخل ایران به عراق تحت عنوان خانواده یا اعضای سابق از سر گرفته است تا با بلندگوهای هرچه بیشتر در پیرامون اشرف به مدح و ثنای جلاد مالکی بپردازند و با لجن پراکنی حد اکثر در تلویزیون حکومتی قربانی ساکنان بیدفاع اشرف را مقصر جلوه بدهند. در روزهای 23، 26 و 28 فروردین 18 مزدور تحت همین عنوانها از داخل ایران به اطراف اشرف آمدند. در روز 28 فروردین زنی به نام خدابنده سینگلتون مقیم انگلستان مأمور شناخته شده اطلاعات آخوندها که در حال خدمتگزاری در شکنجهگاه اوین هم دیده شده است همراه با یک مزدور عراقی به نام احلام مالکی و شماری از ماموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس که صورت‌های خود را پوشانده بودند در نزدیکی سیاج اشرف در حال لجن پراکنی و فیلم برداری دیده شدند. خب سوالاتی اینجا مطرح میشه، اینکه علت و انگیزه این تلاش و تشبث جدید در این شرایط چیه؟ این مزدور اعزامی از انگلیس به نام آن سینگلتون کیه؟ احلام مالکی چه کار است؟ پشت پرده این نمایش ها چه کسی قرار داره؟ ببینید، قبل از هر چیزی باید اشاره کنیم به این واقعیت که حماسه پایداری مجاهدین پاکباز اشرف با دست خالی در برابر تهاجم نیروهای مسلح مالکی که با تاختن زرهی هاشون، با شلیک توپا، با رگبار تیربارها از هیچ جنایتی فروگذار نکردند، این حمله قتل عام رو با شکست و رسوایی عالمگیری مواجه کرد و جهانی رو به ابراز شگفتی و تحسین و حمایت از مجاهدین و متقابلاً به اعلام انزجار و محکومیت علیه مالکی و پدرخواندش خامنه‌ای برانگیخت. و وقتی که انکار ابعاد واقعی این جنایت ضد بشری دیگه امکان پذیر نبود، به خصوص وقتی که کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرد جزئیات کامل اون چه که در صبح جمعه 8 آوریل اتفاق افتاد تازه فقط شروع به ظهور کردن نموده و هر کسی به خاطر استفاده از نیروی قهر بیش از حد مسئول شناخته بشه باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیره، مالکی و پدرخوندش به موضع توجیه و دفاع از خود افتادن و به انواع تلاش ها و تشبسات از جمله فرافکنی های خمینی گونه از قبیل اینکه مجاهدین خودشون میکشن، مجروح میکنن، شکنجه میکنن متوسل شدن. تو همین رابطه اعزام یک گله مزدور دیگه از ایران و یک مزدور و عامل برون‌مرزی وزارت اطلاعات از انگلیس و یکی دیگه از عراق بخش دیگه از این نمایش مسخره و تشبس مذبوحانه است. آن سینگلتون و احلام مالکی هر دو از مزدوران و عوامل شناخته شده اطلاعات رژیم آخوندی هستند. البته همین تصوری که دیدیم که این مزدور در کنار اشرف در مواضع نظامی اطراف اشرف همراه با نظامیان عراقی که قاتل اشرفی ها هستند در کنار سایر مزدوران نظامی وزارت اطلاعات که سر صورتشون رو برای اینکه شناخته نشن به خیال خودشون پوشوندن، ولی در کنار بلندگوهایی که توسط مزدوران وزارت اطلاعات برای شکنجه روانی اشرفی ها کار گذاشته شدن، به اندازه کافی معرف ماهیت و وابستگی اینها به اطلاعات رژیم هست. اومدن این مزدورا به عراق و اشرف تو شرایط صورت میگیره که الان 28 ماهه که اشرف تو محاصره است. به یکی از خانواده های مجاهدین، به یکی از وکلای مجاهدین
یا حتی پارلمانترها اجازه ورود به اشرف تو این 28 ماه داده نشده، علیرغم اینکه بارها و بارها مراجعه کردن، درخواست ویزا کردن، ولی دولت عراق همچین امکانی را براشون نذاشته. حتی به خانواده های شهدای مجاهدین که الان میخوان برای مراسم تدفین و تشییع بستگانشون بیان، حتی به اونا هم اجازه ورود به اشرف داده نمیشه. همین چند روز پیش بود که آقای استیونسون که به عراق اومده بود، خودش در گزارش مطبوعاتی که منتشر کرد گفتش که وقتی که به وزارت خارجه این موضوع رو مطرح کردم که میخوام یک تحقیقات مستقل با برم خودم تو اشرف یک تحقیق مستقلی انجام بدم که اونجا چه اتفاقی افتاده، که وزیر خارجه عراق گفته بود که اصلا صحبتش نکن، به کسی اجازه ورود نمیدیم. در همین مدت به وزارت اطلاعات دسته دسته مزدوران خودشا تحت عنوان خانواده مجاهدین، تحت عنوان انجمن نجات، به عناوین مختلف با تمامی امکانات که براشون فراهم میکنه به عراق و اشرف میفرسته و نخست وزیری عراق با اون کمیته سرکوبی که درست کرده با همه امکانات، تسهیلات رفت آمد برگشت، حتی پول، هر چی که بخوای در اختیارشون میذاره که علیه مجاهدین اینجا همون مزخرفاتی را بگن که شکنجه روانی بکنن یا اون توته هایی را که میخوان پیش ببرن را انجام بدن. از اونجایی که من دانشجوی انگلستان بودم، از سوابق این مزدور انگلیسی آن سینگلتون اطلاعات مفیدی دارم. آن سینگلتون همراه با همسرش که یکی از ماموران شناخته شده وزارت اطلاعات به اسم مسعود خدابنده است، یکی از سایت های پوششی موسوم به اینترلینک رو به اصطلاح اداره میکنن. این زوج مزدور همچنین در بسیاری از برنامه‌ها و نمایش‌های تبلیغاتی و کارزار شیطانسازی علیه مجاهدین تو کشورهای مختلف فعالان شرکت داشتن و ماموریت‌های محوله از طرف وزارت اطلاعات رو انجام می‌دادن. علاوه بر این تو هر سرفصلی با انتشار مطالب و جزواتی به اسم این مزدوران، درخواست‌های جنایتکارانش علیه مجاهدین رو از آمریکا و اروپا تبلیغ و یا توجیه می‌کنه. به عنوان مثال قبل از شروع جنگ در عراق، وزارت اطلاعات برای زمینه سازی بمباران قرارگاه‌های ارتش آزادی بخش توسط آمریکا و انگلیس کتابی تحت عنوان ارتش خصوصی صدام به زبان انگلیسی و به نام آن سینگلتون منتشر کرد که به زعم خودش ارتش آزادی بخش ملی ایران رو وابسته به حکومت عراق معرفی بکنه تا بمباران اون رو موجه جلوه بده. خواسته ای که رسماً و علناً توسط سردمداران رژیم پیگیری می شد. در رابطه با پرونده کودتای 17 ژوئن و حمله پلیس فرانسه به دفتر شورای ملی مقاومت و مقر رئیس جمهور برگزیده مقاومت، با یک دوجین از ماموران خودش به علاوه این زوج مزدور در راستای شهادت‌های دروغین و اکاذیب تبلیغاتی دیکته شده به کرات استفاده کرده. برای توجیه گنجاندن نام مجاهدین در لیست سازمان‌های ممنوعه در انگلیس، وزارت اطلاعات با همکاری برخی سرویس‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه انگلیس، اکاذیب و اتهامات ساختگی خود علیه مجاهدین را از قول این مزدوران به عنوان سندهای محرمانه وارد پرونده کرد. فضیحتی که چند سال بعد در جریان رسیدگی دادگاه‌های انگلیس به شکایت نمایندگان پارلمان این کشور علیه نامگذاری مجاهدین برملا گردید و قاضی القضات انگلیس در حکم دادگاه تأکید کرد که این قبیل مدارک محرمانه بطلان برچسب تروریستی را بیشتر ثابت می کند و بدین ترتیب موجب رسوایی مضاعف رژیم آخوندی و دولت انگلیس گردید که این مزدوران پیشانی سیاه آخوندها به عنوان منبع گزارش در مورد مجاهدین محسوب شده و اکاذیب دیکته شده به آنها به عنوان حقایق قابل تکیه برای توجیه برچسب تروریستی و به عنوان گزارش‌های محرمانه مورد استناد قرار گرفته است. همین روزهای گشتاپوی آخوندها یک ماموریتی به این زن مزدور سینگلتون داده که بیاد تو اشرف، در واقع بیاد همون در یک سری کارهایی که میکنه اطراف اشرف عکس بگیره یا از داخل اشرف عکس و فیلم برداری بکنه، و یک قسمت دیگه ماموریت این مزدور وصل کردن این به یک مزدور عراقی به نام احلام مالکی هستش که اینا را به کانال های تلویزیونی رژیمی
وصف بکنن که همون اراجیف وزارت اطلاعات و دروغ‌های مالکی را که به اجبار این روزا مستعصلانه میخواد که این حمله جنایتکارانش را توجیه بکنه، همین موضوع را به این کانال‌های تلویزیونی از زبان این موضوع را گفته بشه. در واقع این میخوان یک زمینه سازی برای کشتارهای بعدی بکنن، هم قتل عام قبلی را توجیه بکنن. این کار توسط وزارت اطلاعات 28 ماهی که داره صورت میگیره و ما بارها و بارها اینو گفتیم که این سیرک مزدورانی که راه انداخته بودن اینا همش زمینه سازی برای کشتار بود که متاسفانه کسی صدای ما را نشنید، کسی عمل نکرد و این جنایت به وقوع پیوست. ولی الان این زن مزدوری که اومده رسما تو سایت های خودشون مأموریت که به این دادن بیان کردن. اجازه بدین که من از روی متنی که تو سایت خودشون در مورد مأموریت این مزدور گفته شده براتون بخونم. نوشته که دیدار سینگلتون از کمپ عراق جدید بخشی از برنامه این هفته نماینده ایران اینترلینک بود که در ملاقات با مقامات مسئول عراقی خواستار انحلال کمپ گردیده است. نماینده ایران اینترلینک همچنین از مقامات عراقی تقاضا دارد تا وسایل محاکمه سران این فرقه تحت قوانین کشوری عراق و همچنین قوانین بین المللی را مهیا سازند. یعنی این چیزی نیست غیر از اون که میخواد بگه که این کشتاری که کردی کمه، بیشتر و بیشتر این کار ادامه بده. بیچاره رژیم آخوندی در حالی که طی 8 سال گذشته به ویژه 2 سال اخیر از هیچ جنایت و توطئه، از هیچ هزینه و از هیچ ننگ و بدنامی و از هیچ فرصتی برای بکارگیری دولت مالکی و کمیته سرکوب اشرف برای انحلال و بستن اشرف فروگذار نگرده و جز شکست و رسوایی بهره عایدش نشده، حالا همون آرزوهای برباد رفتش رو به صورت درخواستای یک پادوی مزبگیر و بیمقدار وزارت بدنام خودش برای هزارمین بار تکرار میکنه. مزدور سینگلتون نه تنها در عراق و اروپا بلکه در شکنجهگاه اوین به خدمات رسانی به وزارت اطلاعات آخوندی، جلادان و شکنجهگران اشتغال داشته. طوری که وین گریفیس نماینده پارلمان انگلیس که به دعوت رژیم آخوندی در خرداد 1383 برای بازدید اوین رفته بود، این مزدور اونجا مشاهده کرده بود. شمه‌ای از سوابق ننگین. آقای وین گریفیس نماینده وقت مجلس عوام انگلستان این موضوع را پس از بازگشت با مطبوعات انگلستان در میان گذاشت و گفت: بار اول که من وارد زندان اوین شدم شگفت زده شدم. علتش این بود که زندان اوینی را در نظر داشتم که طی 2 دهه گذشته 10,000 زندانی سیاسی در آنجا اعدام شدند. وقتی داخل زندان شدم با کمال تعجب دیدم یک خانم انگلیسی در داخل زندان و در کنار بازجوها منتظر ملاقات با من است. پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من آن سینگلتون یا خدابنده همسر مسعود خدابنده هستم. من از همانجا فهمیدم کسی که انگلیسی است و او را آوردند داخل زندان اوین با من که یک نماینده پارلمان انگلستان هستم ملاقات کند داستان چیست؟ به این شکل معلوم میشه که توی مزدورای خارج کشوری وزارت اطلاعات این جاسوس انگلیسی به علاوه همسرش تا اونجا برای پادویی رژیم پیش رفتن که میتونن به راحتی وارد شکنجهگاه اوین بشن و اونجا رفت آمد داشته باشن و در کنار شکنجهگران و جلادان رژیم عاملی بشن برای شکنجه روانی زندانیان در اونجا. سایت ایران اینترلینک وزارت اطلاعات که به اسم مسعود خدابنده و همسرش آن سینگلتون ثبت شده، تو معرفی خودش آشکارا اینطور میگه: هدف ما افشای هرچه گسترده تر ماهیت واقعی مجاهدین است و به عنوان یک گروه فشار در این رابطه فعالیت میکنیم. پس میبینین، یعنی رسماً و علناً میگه تمام مأموریتش و تنها مأموریتش مبارزه با مجاهدینه و برای پیشبرد این مبارزه و گرفتن خط و خطوط، این دو مزدور مستمراً به ایران
مسافرت میکنن تا از وزارت اطلاعات خط و خطوطشون رو بگیرن. مسعود خدابنده تو جوان 2008 در تیر ماه 87 به ترکیه و از اونجا به عراق اومد و از عراق هم با امکانات و پاسپورت ایرانی از طریق مرز زمینی وارد ایران شد که اونجا یک هفته توسط کارگزاران و بازجویان وزارت اطلاعات توضیح شد که در واقع ماموریت‌های بعدی اون ابلاغ شد و روانه محل ماموریت جدیدش کردن که کاراشا و توطئه‌هاش را پیش ببره. انتشار اسناد ویکی‌لیکس برخی از گزارش‌ها و ارتباطات و اطلاعات مربوط به این زوج مزدور را افشا کرده. از جمله اسم این مزدور مسعود خدابنده در همین اسناد به عنوان کانال انجمن نجات که یکی از نهادهای شناخته شده وزارت اطلاعات و مأموریتش تماما علیه مجاهدین ذکر شده. سند محرمانه مورخ 24 دسامبر 2008 4 دی 87 انجمن نجات لابی رژیم ایران علیه مجاهدین. به گفته قانونگذاران پارلمان بریتانیا که با مشاور وزیر در امور سیاسی و دیدبان سفارت آمریکا در مورد ایران مستقر در لندن پولوف ملاقات کرده اند و نیز به گفته نماینده یک سازمان غیر دولتی که در 11 دسامبر با پولوف ملاقات کرد، رژیم تهران با اولویت بالا و آشکار به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد تا اعضای سابق گروه تروریستی مجاهدین خلق را که به ایران بازگشته‌اند گرد هم آورد. این رژیم تلاش‌های خود برای گرد هم آوردن بریدگان را از کانالی به نام نجات انجام می‌دهد. این انجمن که مسعود خدابنده در میان آنها بود، لابی رژیم بر ضد مجاهدین است و به اقدامات تبلیغی در برابر شنوندگان غربی می‌پردازد. این دو مزدور یعنی مسعود خدابنده و آن سینگلتون در واقع مهره‌های سوخته وزارت اطلاعات محسوب میشن، چون ارزش و کارکرد یک مهره اطلاعاتی تا زمانی هستش که در واقع لو نرفته. اما اینا اونقدر لو رفته هستن که در سال 87 که برای شرکت در یک ماموریتی میخواستن به آمریکا برن، دولت آمریکا به اونها به دلیل همین شناخته شدگیشون در وزارت اطلاعات اجازه مسافرت نداد. تو انگلیس هم یه بار قرار بود که جلسه‌ای به کمک لابی‌های رژیم علیه مجاهدین در پارلمان این کشور برگزار بشه و برخی از اجراییات راه‌اندازی این جلسه به عهده خدابنده و زنش بود. این جلسه قبل از برگزاری لغو شد که توسط نمایندگان پارلمان انگلیس بود و در نتیجه از ورود این زوج مزدور و سایر مزدوران وزارت اطلاعات به پارلمان انگلیس ممانعت به عمل اومد. در تاریخ 13 مرداد 1387 مقاومت ایران اعلام کرد مقامات آمریکایی از سفر و ورود 2 تن از مزدوران شناخته شده ی رژیم آخوندی به نامهای مسعود خدابنده و آن خدابنده سینگلتون به آمریکا ممانعت کردند و آنان را ممنوع الورود به آمریکا اعلام نمودند. جالب اینجاست که آنها قصد داشتند با پاسپورت انگلیسی اقدام به سفر به آمریکا کنند، اما وابستگی آنها به وزارت اطلاعات آخوندی چنان آشکار است که حتی با پاسپورت و هویت انگلیسی هم اجازه ورود به آمریکا نیافتند. اطلاعات بدنام رژیم آخوندی از طریق یک انجمن پوششی در آمریکا به نام شورای ملی ایرانیان آمریکا به کارگزاری یک عامل شناخته شده آخوندها به نام تریتا پارسی قصد داشت این دو مزدور را روز 30 ژوئیه در جلسه‌ای در کنگره آمریکا به کار بگیرد. سایت های رژیم آخوندی و تریتا پارسی با وقاحت تمام علت عدم شرکت خدابنده و زنش در این جلسه را مشکلات تکنیکی یا مشکلات ویزایی اعلام کردند، در حالی که همه می دانند زوج مزبور تابعیت انگلیسی دارند و برای ورود به آمریکا نیاز به ویزا ندارند. اعزام این گماشته های وزارت اطلاعات به آمریکا
بخشی از کارزار هراس‌آلود رژیم آخوندی بعد از خروج نام مجاهدین از لیست سازمان‌های ممنوعه انگلستان و برباد رفتن سرمایه‌گذاری‌های چندین ساله این رژیم در این کشور بود. Qui a ordonné en décembre au 27 de ne plus faire figurer les mujahidin du peuple sur leur liste noire, estimant que le mouvement n'avait pas eu les moyens de se défendre. خب حالا این سوال مطرح میشه که رژیم چرا از افراد لو نرفته تر و با ظاهر موجه تر برای این ماموریت و توجیه کشتار مجاهدین اشرف استفاده نکرده؟ خیلی ساده است. بانک رژیم و مالکی بجز این آتش‌خالا چیز دیگه تو چنتش نداره. ببینید در جریان 19 فروردین رژیم و مالکی بجز مزدوران و مواجب بگیر و رسانه‌های رسوای حکومتی یا حامی رژیم مثل آیت الله بی بی سی هیچ رسانه و خبرنگار و تحلیلگر معتبر در تمام دنیا پیدا نکردند که بیان در این جنایت از اونها حمایت بکنن، حتی حرفها و اباطیل اونها رو منعکس بکنن. البته روزهای اول مثلا میگفتن یا مینوشتن که مجاهدین میگن 28 نفر کشته شدن، اما دولت عراق میگه 3 نفر. اما بعد از اینکه نماینده سازمان ملل به اشرف اومد و تک به تک 34 شهید رو از نزدیک دید، علت شهادت هر کدومشون رو دونه بدونه ثبت کرد و گزارش داد، دیگه همه رسانه ها گفتن و نوشتن که اونجا که مجاهدین میگفتن درست بود. بعد از اینکه سازمان ملل، کمیساری های عالی حقوق بشر و تقریبا همه جوامع بین المللی مدافع حقوق بشر رژیم و مالکی رو به خاطر جنایتی که در اشرف مرتکب شده بودند محکوم کردند و از اشرف و از حقوق قانونی مجاهدین به عنوان افراد حفاظت شده حمایت کردند، وزارت ترور و آدمکشی اطلاعات از ترس و درماندگی اقدام به بسیج گسترده‌ای کرد تا تعدادی از ماموران خودش رو از داخل و خارج کشور به عراق اعزام بکنه و از طریق سفارتش نیروهای عراقی رو هم موظف کرد که همه گونه امکانات در اختیار این موضوع نظامی وزارت اطلاعات قرار بدن. وزارت اطلاعات مصدور انگلیسی خودش آن سینگلتون را پس از هماهنگی با وزارت خارجه رژیم با توجیهات جدید به عراق اعزام کرد تا در کنار در ورودی اشرف و اطراف اشرف عکس نمایشی بگیرد و با برگزاری نمایشات تلویزیونی و خیمه شب بازی اطلاعاتی علیه ساکنان اشرف و در حمایت از کشتار ساکنان اشرف انشاء کهنه شده و نوشته شده وزارت اطلاعات را نشخوار کند. این نمایشات در هماهنگی مرکز تروریستی رژیم در عراق و نیروی تروریستی قدس برگزار گردید، کما اینکه گشتاپوی آخوندی اکیپ دیگری با همین ترکیب گماشته های وزارت اطلاعات از داخل ایران به اطراف اشرف اعزام کرد. در نمایش هایی که وزارت اطلاعات برای آن سینگلتون در عراق ترتیب داده، همه جا از مواضع جوار اشرف تا مصاحبه در کانال المسار تا کنفرانس مطبوعاتی، در کنار اون یک زن مزدور دیگری که عراقیه دیده میشه که اسمش احلام مالکی است. ولی این احلام مالکی کیه و چه سوابقی داره؟ اجازه بدیم برای معرفی اون از یک منبع معتبر در سایت الملف براتون چند سطری بخونم. می نویسه که عدنان سراج را در این فعالیت‌ها، منظورش فعالیت های ضد مجاهدینه، دختر عموی مالکی یعنی احلام المالکی همراهی میکنه که روزنامه بلدی را در استان دیالی با تامین مالی اطلاعات ایران و از طریق سازمان هابیلیان و مؤسسه سراج چاپ میکند. احلام المالکی برکار برگزاری نمایشگاه فتنه انگیز مذهبی در خالص نظارت داشت و الان نیز این سمینار را با شعارهای مؤسسه بلدی که آن نیز توسط اطلاعات ایران تامین مالی می شود برگزار می گردد و تمامی هزینه های برگزاری این سمینار و هدایا، منظور همون رشوه است، به شیوخ و بقیه کسانی که به آن دعوت شده اند رو می پردازه.
این مؤسسه و ورقپاره‌ای که به نام بلدی برای این زن مزدور احلام مالکی سرپا کردن، در واقع نسخه عراقی همون انجمن نجات و انجمن حابیلیان وزارت اطلاعات که با هزینه گزاف به راه انداختن با همون اهداف که در واقع توطئه‌های وزارت اطلاعات علیه اشرف تو عراق پیش ببره. بیخود نیست که رئیس حابیلیان یک دژخیمی به نام هاشمی نژاد وقتی که به عراق میاد همیشه در کنار این زن ظاهر میشه و در مؤسسه اون یا در همون انجمنی که خودشون درست کردن سخنرانی میکنه. همین کاری که رژیم بهش دست زده، یعنی فرستادن مزدورای وزارت اطلاعات از خارج و داخل کشور به اطراف اشرف و براشون شوهای مسخره تلویزیونی ترتیب داده، به روشنی بیانگر شکست و رسوایی ولی فقیه ارتجا و پسرخونده عقیدت سیاسیش مالکیه. اینا اومده بودن در 19 فروردین کار اشرف رو تموم بکنن. چون به این نتیجه نرسیدن و عواقب جنایتاشون الان رو سر خودشون خراب شده، دوباره متوسل شدن به شیوه های رسوا و مسخره‌ای که از قبیل اومدن همین عنصر معلوم الحال آن سینگلتون به اطراف اشرف. و این نشون میده که دست مالکی و رژیم تا چه اندازه خالیه که متوسل شده به این اقدامات و تا چه حد نیازمند هر خس و خاشاکی هستش که بتونه به نیروهای جنایتکارش روحیه بده. رژیم الان 28 ماهی که اشرف محاصره کرده و 14 ماهی که با 240 بلنگو مزدورای خودش را دم در اشرف و همه اضلاع اشرف آورده و یه سیرکی را انداخته اونجا که با گفتن مزخرفات و اراجیف وزارت اطلاعات علیه مجاهدین در واقع یک جنگ روانی را علیه اونا به راه بندازه. قصد رژیم این بود که اراده مؤشرفی‌ها رو تضعیف بکنه. هدف دیگه‌ش هم این بود که زمینه‌سازی کنه برای کشتار مؤشرفی‌ها. در واقع همون کاری که در روز 19 فروردین می‌خواست بکنه. اما حرف مؤشرفی‌ها یه چیز بوده و هست و خواهد بود. اونم این که بیا بیا. بالاخره اونا تمام قوای خودشون رو تا میتونستن برای بسیج کردن نیرو و آوردنش بسیج کردن. و تا میتونستن نیرو بیارن آوردن و اومدن و هر جنایت و رذالت و دنایت که ازشون برمیامد انجام دادن. اما نتیجه چی بود؟ جز شکست و ننگ و رسوایی برای ولی فقیه و مزدورش مالکی در برابر حماسه پایداری و پاکبازی و تسلیم ناپذیری مجاهدین و اینکه اثبات شد که مجاهد اشرفی به آرمان و سوگندی که در راه خدا و خلق بر سر آزادی خلق و میهن خود خورده ایستاده و هر قیمتی هم حاضره بده. آره، این چنین بود که کارزار کبیر فروغ اشرف رقم خورد و همه وجدانهای بیدار در هر کجای جهان رو به دفاع و حمایت از اشرف و به محکوم کردن جنایت مالکی و اعرابش خامنه‌ای برانگیخت. خب در پایان برنامه‌مون هستیم. حالا می‌خوایم ببینیم که از مجموع مطالبی که مطرح شد چه نتیجه‌ای میشه گرفت. خب اولین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که شکست کامل رژیم آخوندی از استراتژی 8 سالش از محاصره و همه جنایت‌ها و توطئه‌هاش برای حذف صورت مسئله سرنگونی و اخراج مجاهدین از عراق. همین شکست باعث شده از فرط درماندگی یه بار دیگه مزدوران گمنام و بدنام وزارت اطلاعات رو از نقاط مختلف بار بزنه و اونها رو در ورودی اشرف برای عربده‌کشی یا مصرف کردنشون در رسانه‌های بی اعتبار خودش بیاره با هدف تکرار اراجیف و اکاذیب هزار بار رسوا شده آخوندی علیه مجاهدین و اشرف، چرا که اشرف به عنوان جدیترین تهدید و به عنوان بزرگترین کابوس برای رژیم ضد بشری آخوندیه و لحظه آروم قرار برای این رژیم نگذاشته. بیدلیل نیست که با وجود تهاجمات جنایتکارانه و وحشیگری های مالکی علیه اشرف
که همش خوشرخصی برای خامنه‌ای بود، باز هم سردمداران و کارگزاران ریز و درشت نظام اونو زیر ضرب بردن که چرا در برابر مجاهدین متوقف شدی؟ چرا گفتی تا پایان سال؟ در حالی که در این فاصله مجاهدین دنیایی رو علیه تو و ما، یعنی علیه مالکی و رژیم آخوندی برمی انگیزن و همین میزان تهاجم و اشغال زمین های خالی شمال اشرف رو هم بر سر تو و ما خراب می کنن. نتیجه دیگه این که این قبیل تشبسات مذبوحانه و نمایشات مسخره اون روی سکه تهاجم وحشیانه و کشتار در اشرفه و کل ماجرا بازتاب معادله و نبرد میان رژیم ولایت فقیه از یک طرف و مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه است. در واقع همه جنایات و توطئه های رژیم آخوندی و مزدورش مالکی واکنش سراسیمه و ناشی از وحشت مرگ و سرنگونی ولی فقیهه. هدفش مهار قیام مردم ایران و نابودی کانون استراتژیکی اون اشرفه. البته آخوندهای حاکم نه فقط این آرزو رو به گور خواهند برد، بلکه به یمن پایداری و پاکبازی مجاهدین قهرمان و پشتیبانی حامیان و هواداران و کارزار بیوقفشون در سراسر جهان جز شکست و رسوایی برای رژیم آخوندی و جز سرفرازی و پیروزی های هرچه بزرگتر برای مردم و مقاومت ایران در جهت تحقق آزادی چشم‌اندازی دیگه‌ای نخواهند داشت. به پایان برنامه پرونده رسیدیم. بینندگان عزیز تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.